درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. بازوی رژیم در خارج از کشور در پی شکست سیرک انتخابات و تزلزل امنیت رژیم و محبوبیت گسترده خاندان پهلوی به خصوص شاهنشاه رضا پهلوی رسماً پرچم نایاک و سپاه و بازوی نیابتی وزارت اطلاعات در بیرون مرز رو به دوش گرفت و عملا خواست رژیم رو که همانا بایکوت رضاشاه دوم اعلان عمومی کرد. سلیطه‌ای که در تاریخ ایران نامش جلوتر از آمنه سادات‌ها و فائزه‌ها و مریم رجوی‌ها مورد لعن و نفرین خواهد ماند و ثبت خواهد شد. مشاور ایشون پابلیک مصاحبه کرد، گفت سلیطه. تفاوت ایشون با اون کسی که الان در جمهوری اسلامی به زنی که جلوی آخوند ایستاده و میگه سلیطه چیه؟ معصوم علی نجات به فرمان خامنه‌ای لبیک گفت و رسماً پرچم جمهوری اسلامی رو بردوش گرفت. همانطور که شنیدید، چنته جبهه ضد ایرانی به رهبری هانری لوی و نوچه های پرسر و صداش کاملاً تو خالی شده. برای رژیم البته پروژه معصوم علی نجات آخرین روزهای استفادهش رو میگذرونه. آخرین مرحله این پروژه هم شک نکنید که حذف فیزیکی او توسط همان سازمان اطلاعاتیه که او را مطرح کرده. نبود او و استفاده از پیراهن عثمان تنها فایده‌ایه که خواهد داشت و این عاقبت همخوابگی با آخونده که همیشه هم همین بوده. مسیح علی نجات سلیطه است؟ چطور رهبران دنیا میتونن با من صحبت بکنن؟ ولی کسی که ادعا داره آینده ایران میخواد رهبر باشه، تمام مشاورانش این معنور میرسن ایشون سلیطه است، پرخاشگره. معصوم علی نجات و همفکرانش همین دیروز هشتگ زدن و خودشون رو زخمی کردن که ما سلیطه هستیم و به ما بگید سلیطه. نمیدونم الان چرا ناراحت شده. در ضمن پرسیده که آیا معصوم علی نجات سلیطه است؟ لطفاً شما در کامنت پاسخ بدید. من که میگم آره، تو نه تنها سلیطه ای بلکه فرومایه هم هستی. در ضمن این زن شیاد رسماً داره دروغ میگه. اگر ویدئوش رو دیدید به این نکته توجه کنید که معصوم قنبلکلا هر وقت میخواد دروغ بگه آب دهانش رو قورت میده. و حالا صحبت‌های مجید محمدی که پس از معصوم علی نجات با فرداد فرهزاد مصاحبه کرد رو بشنوید. فقط اشاره میکنم به صحبت‌های مهمان قبلیتون. ببینید در صحبت‌هایشون چند بار من تکرار شد و چند بار ما تکرار شد و چند بار مردم ایران مخالفان تکرار شد. اینا خیلی ساده هست، فردی میتونه راحت اینها رو بیاره و بیرون بکشه. بحث پاسخگویی، مهمان قبلی شما مدت هاست در هیچ برنامه‌ای با دیگران شرکت نمی‌کنه. اینها معنیشی نیست که شما دارید با دیگران گفتگو می‌کنید، اینا تکگویی است. معصوم علی نجات مهره صادراتی اصلاح طلبانه و تمام هدف او و جریان اصلاحات اینه که جمهوری اسلامی سرنگون نشه، بلکه استحاله بشه و جای اصلاح طلبان با اصولگرایان حاکم عوض بشه و این بار اصلاح طلبان قدرت رو در دست بگیرن، ولی اصولگرایان همچنان در منافع اقتصادی و غارت ایران ما سهیم باشن. در واقع برعکس بساطیه که الان هست. تنها آلترناتیو واقعی که دلسوز ایران و مردم ایرانه رضا شاه دومه و برای همینه که جماعت 57 به طور هماهنگ و 24 ساعته مشغول تخریب او هستن که مبادا سفره انقلابشون برچیده بشه و دوران چپاول ایران ما به سر بیاد. ببینید دوستان، اینترنشنال و صدای آمریکا هر کدام 1,800,000 فالوور دارن و توییتاشون روی هم زیر 20 لایک میخوره. هر چند وقت هم یک پهلوی ستیز میارن تا دیده بشن. بایکوت در توییتر خوب انجام میشه چون دوستان همه به هم هشدار میدن. امیدوارم که مردم عادی هم شبکه‌های تلویزیونی این دو رو بایکوت کنن و دیگه نبینن تا اینا دومشون رو بذارن رو دوششون رو فرار کنن. در همین رابطه جالبه بدونید که برخی خبرهای تایید نشده حکایت از اخراج چند کارمند اینترنشنال دفتر واشنگتن دی سی داره. گمانم بر اینه که این اخراج‌ها در راستای محدودتر شدن دفتر واشنگتن دی سیه و شاید قدم آهسته‌ای برای پایان فعالیت این دفتر در پایتخت ایالات متحده آمریکاست. گفته شده گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی و افغانستانی و تعدادی از اعضای تیم فنی و مکاپ آرتیست‌ها شامل اخراجی‌های اخیرند.
و هر روی باید دید اگر چنین خبرهایی به وقوع بپیونده در سرنوشت نهایی این رسانه چه تأثیری خواهد داشت. این در حالیه که پس از انقلاب ملی ما در ایران انتقاد از این رسانه و مدیرانش به دلیل رویکرد بحث برانگیزش نسبت به تحولات ایران افزایش یافته و این شبکه تلویزیونی با افت شدید مخاطب روبرو شده و این امر موجب شد تا این رسانه برخی کارمندانش از جمله سیما ثابت رو اخراج کنه. روزی که این خانم مسیح علی نژاد هرچه هست، اینم مثل گنجی و بقیه بهنود و نبوی و همه اینا فرستادن، خودتون رو رنگ نکنید، نیستید 6 ماه بعد بیایید بگید فلانی ما رو فریب داد. آدمی که بگه فریب خوردم آدم ابلهیست، زامبیست. به نظرم با هر اکتی از طرف سفاسد باید این صحبت‌های مانوک عزیز رو دوباره با دقت گوش بدیم و مراقب باشیم که فریب نخوریم. خانم مسینیا جزء بازیست، حالا اگه جزء بازی گروه دیگری نیست گروه اینوریست، این بازی فیسبوکیش هم بازی حساب شده و دستوریست. حتی رژیم وقتی بهش حمله میکنه به خاطر اینکه چنین، اولا همه بخش رژیم نمیدونه چه بازیایی صورت میگه در دستگاه امنیتی اطلاعاتی همین آمریکا، هم خیلی ها نمیدونن چه اتفاقی هایی میفته. همین الان که در خاورمیانه این اتفاق ها میفته، بسیاری از سناتورها، بسیاری از روزنامه نویسا خبر ندارن، حتی دستگاه اطلاعاتی خبر ندارن. یک گروه انجام میده، یک فکر که بشه انجام داد. حالا در ایران احساس کردن باید مسئله بی‌حجابی، آوازخوانی، شادی رو به خیابان بیارن. چرا؟ چون احساس میکنن صدای پای رنسانس ایرانی میآید. حالا به این تصویر دقت کنید و به یاد بیارید که راب معاون پارلمانی وزیر امور خارجه کانادا است. او به دلیل پرخاشگری علی نژاد در سخنرانی سالن را ترک کرد. وی نه سیاستمدار ایرانیه و نه مرد دیگر جنسگرا. پس از این اتفاق هم او را در رسانه‌های اجتماعی بولد کردند و اگر فرض کنیم که از داستان‌های پشت پرده بیخبر هستیم و آنچه که خود او در اینترنشنال میگه رو ملاک قرار بدیم، باید از علی نژاد بپرسیم که چگونه با دیپلماسی پرخاشگری و بولد کردن که سیاستمداران غربی رو فراری داده میخواد به ملت ایران کمک کنه. این منم که میگویم نه، این منم که داد خواهم، این منم که به وسعت یک سرزمین میگویم دیگر جمهوری اسلامی را نمیخواهم. این منم منم گفتنهای این فرد جسد معاش که تا دیروز با صدای زیر و عین موش مرده میگفت ما بیدلیل نیست ها، بهش گفتن لازمه رهبر شدن من گفتنه، شروع کرده به تمرین کردن. به یاد بیارید که من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم. البته جالب اینجاست که این فرد همش پیش خودش فکر میکنه که این منم، اگر منم عجب منم، و آخرش به این نتیجه میرسه و میگه نه بابا کجا منم، من که انم. این منم که میگویم نه، این منم که داد خواهم، این منم که به وسعت یک سرزمین میگویم دیگر جمهوری اسلامی را نمیخواهم. اگر ما یک رسانه ملی داشتیم این آشغالا دیگه جایی نداشتن برای کثافت بازیشون. اولین قدم برای نجات ایران باید تأسیس یک رسانه ملی باشه. تنها راه فتح تهران یک رسانه ملیه و اینجا لازمه که یک خواهش داشته باشم از دوستانی که از سامانه پادشاهی در کانال هستن و ارتباط نزدیکتری با رضا شاه دوم دارن. لطفاً این خواسته من رو به گوششون برسونید، چون واقعاً با این همه فریب اگر قرار باشه پیروز بشیم ما باید یک رسانه ملی داشته باشیم، کسی که وطن پرسته و پیشینه تیره ای نداره، یعنی در جمهوری اسلامی نه پاسدار بوده باشه، نه روزنامه نگار بوده باشه و نه صادراتی تا مردم بتونن بپذیرنش. ما کسی رو لازم داریم که وطن پرست باشه و مورد تایید رضا شاه دوم، چون قوی ترین راه دفاع و حمایت از شاهنشاه ایران یک رسانه ملیه. بزرگترین ضربه رو ما به خودمون و رضا شاه دوم میزنیم به خاطر نداشتن یک رسانه ملی. تا زمانی که یک رسانه ملی نداشته باشیم باید هر خفت
خجالت و خاری و توهینی رو تحمل کنیم؟ باید هر فرومایه‌ای بر ما و رضا شاه دوم خط و نشان بکشه، هر رسانه بیگانه برای ما رهبرسازی کنه و پسترین و حقیرترین افراد مزدور رو یک شبه بزرگ کنن و در صف اول انقلاب قرار بدن، پرچم پر افتخار شیر و خورشید رو حذف کنن و پرچم تجزیه طلبان و پرچم‌های ضد ایرانی رو جایگزین کنن، صدای ملت رو خفه کنن و صدا به تجزیه طلبان و دشمنان ایران و ماموران جمهوری اسلامی بدن. تنها با یک رسانه ملی میتونیم چهره واقعی شیادان و کلاهبرداران رو نمایان کنیم. تا زمانی که ما یک رسانه ملی نداشته باشیم، تلویزیون هایی مثل اینترنشنال میتونن هر زمان که بخوان برای مردم اسی و مسی بسازن و به انقلاب مردم لطمه بزنن. خواهشم اینه که این صحبتهای منو به گوش رضا شاه دوم برسونید و مطمئن باشید که ما خودمون مردم این رسانه رو حمایت میکنیم. نیاز به دولت خارجی نداریم. فقط بدونیم این رسانه ملیه و برای نجات ایران داره تلاش میکنه. ببینید آقای رضا پهلوی، اقبال به ایشون در میان بخش قابل توجهی از ایرانیان در داخل و خارج کشور یک سرمایه است، یک سرمایه ملی، سرمایه اجتماعی. این سرمایه رو نباید بهش حمله کرد، این سرمایه رو نباید از بین برد. و در انتها جالبه بدونید دوستان که اتفاقا هرچی بیشتر افرادی مثل معصوم علی نجاد و حامد اسماعیلیون زر میزنن، سوتیای بیشتری میدن و بهتره که اینترنشنال همش بهشون تریبون بده، به این بی شخصیت ها، تا افکار کثیفشون رو بیرون بریزن. اما نکته قابل توجه اینجاست که میگم مخوفترین جاسوس تاریخ آیت الله سید جیکاکه، ولی اشتباه فکر میکردید. روسیه که باهوشترین و مخوفترین جاسوس های زن دنیا رو تربیت میکنه، این بار به کمک خامنه ای آمده و مخوفترین جاسوس دنیا رو پرورش داده که جلوی قوی ترین مخالف جمهوری اسلامی باشه. مخوفترین جاسوس قرن معصوم علی نجاده. پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد. اما یک نکته ای که من به نسل آینده و شیک ایرانی میگم، اینا ناچارن رو دست شما بازی کنن. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.